توی این ویدیو میخوام در مورد پرل و پکل با هم دیگه صحبت بکنیم یه مقدار و به شما بگم که اینا رو چجوری میشه اینستال کرد. ببینید کمپوزر رو اگر شما اینستال بکنید پرل و پکل میشه چیکار میشه اینستال بشه. من الان اگر برم توی ترمینالم یا کامند لاینم اگر اینو بزرگ بکنم که شما ببینید، اگر من بنویسم پکل میبینید لیست رو به میده، لیست اون چیزهایی که میتونم ازش استفاده بکنم. در ضمن اگر بنویسم پر میبینید که بازم همون لیست رو به من میده. پس این چیه؟ اینستال شده توی کامپیوتر من. حالا شما کامپوزر رو میتونید اینجوری اینستال بکنید که اگر دوید دانلود کلیک بکنید، اونا که کرل رو توی سیستمشون دارن، توی مکشون دارن، اگر اینجا شما تایپ بکنید کرل میبینید که نوشتم کرل، کرل میبینید که مینویسه چی؟ کرل دارید شما. پس این چیه؟ میتونید با این دستور چیکار بکنید؟ کمپوزر رو دانلود بکنید. حالا من این رو اگر کپی بکنم اینجا، بریم اینجا پیستش بکنیم، میبینید که میبینید داره دانلود میکنه. من نداشتم این رو و اینجا داره دانلود میکنه. خب میگه کمپوزر ساکسسفولی اینستال تو فلان حسن عظیمی کمپوزر فار و یوزید php کمپوزر .far. و اینجا چیکار میکنه؟ اگر ما بریم روی فولدرمون، اگر ما بریم روی یوزرمون، اینجا الان به ما نشون نمیده. به محض اینکه من برم اینجا فایلایی که هیدن هستن یا مخفی هستن رو باز بکنم ببینیم اوضاع چه قراره، به ما میگه که اوضاع چه قراره. خب یه مقدار صبر بکنیم تا این فایلا بیاد. خیلی خب، این الان اگر بریم روی حسن اندرسکور عظیمی میبینید کمپوزر فار رو الان اینجا نگاه بکنید. کمپوزر فار اگر اینا میبینید اینجاست، اینو برای ما ریخته اینجا کمپوزر فار. حالا من شاید این رو نمیخواستم اینجا قرار بدم، میتونستم ببرمش روی چیز قرار بدم، توی چی میگن، ببرمش روی مثلا یوزر، این فولدری که من اینجا دارم. خیلیاتون رفتید یوزر داش بین توی مک، البته یوزر برید نگاه بکنید داخل این بین تمام اون چیزایی که شما دانلود میکنید، MySQL نمیدونم چیزا، همش اینجا میاد. میبینید هر کدوم از اون برنامه‌هایی که دلتون بخواد اینجا میاد. خب من میتونستم این رو اینجوری باز بکنم و برم این مک او اس و یوزر اسم خودم و این رو برم اینجا کپی کات بکنم بنازمش داخل اوتنتیکیت میگه پسوردمو میخواد و پسوردمو بدم و اونجا بره داخلش. خب چیز خوبی نیست اگه اینجا بنزید. خب این فایل خیلی مهمه که میخوام الان در رابطه باش صحبت بکنم، bash.profile. میبینید که هیدن هست، امروز هم من چیزش کردم bash history. خیلی از این فایلایی که دات داره اولش توسط مک چی شده؟ اینا هیدن شده. میبینید که سطلاش خال شما هم هیدنه این پایین. خب من این رو وردارم که این فایلایی که چیز هستش هیدن هست بره از بین بره. خب الان اگر ما اینجا ببینید کمپوزر دانلود شده، این از کمپوزر که میبینید اگه پر و پیکل بخواید میبینید که اینجا چی شده، اینستال شده. حالا من این کار رو ندارم، شما اونا که کمپوزر رو نمیخوان نمیتونن برسن، اونا که ویندوز هم دارن میدونن که این پایین میتونن بگیرن و دانلود بکنن و بهتون میگم حالا توی بش چی کار بکنید. اگر برید داخل پر، خب پر رو چجوری دانلود بکنید؟ اگر پر رو دانلود بکنید حالا پیکل هم دانلود میشه. اگر ما بریم اینجا داخل installing pair on your system، میبینید این لینک رو اینجا، روی این کلیک بکنیم ما رو میبره به این صفحه. خب و الان اگر ما بریم روی این یکی لینک کلیک بکنیم میگه getting installed in the pair package، میبره ما روی این لینک. شما این فایل رو دانلود بکنید که اینجاست. خب فایل رو بندازید داخل اون پوشه مثلا هومتون، مثلا پوشه هوم من اینجاست که مثلا پوشه هومم توی یوزرم هست. میبینید این پوشه هوم من هست، چیزی دیگه نیست داخلش. اینو بندازید اینجا، بعد برید وقتی اینو دانلود کردید میگه برید توی لینوکس اینجوری دانلود بکنید، توی کامند لاین اینجوری بنویسید، توی مک این کامند رو بنویسید، این کامند رو مثلا بنویسید
اگر بخواید واسه مک گو، البته اینجا هستش PHP، میبینید که PHP اگر کرل دارید بالایی، اگر ندارید پایینی PHP رو بنویسید و این رو بزنید. نگاه بکنید اینجا هم، البته ما تنها چیزی که میخوایم اینجا تایپ بکنیم داخل مک هم فقط تنها این هستش. اگر مک دارید به نظر من این رو بزنید، برید اول داخل اون پوشه‌ای که دارید، مثلا من تو پوشه دانلود دانلودش کردم، مثلا اگر تو پوشه هوم بندازید اینجا چیزی نمیخواد بنویسید، اگر بنویسید ls تمامش رو به شما میگه. ولی مثلا اگر میخواد برید داخل پوشه، مثلا بفرض میخوام برم روی دانلود، دانلود کردم اینجا افتاده دیگه روی پوشه دانلود، مثلا من میگم cd users اسم خودم و بعد backslash downloads ما رو میندازه اینجا، میبینید ls بکنم اینجا، میبینید که ما یه دونه فایل بیشتر نداریم که اونم همین اینجاست، میبینید که همین این فایلی که اینجا میبینید همین بالاست. خب مثلا من وقتی گرفتم اینجا این کامنت رو بگیرم، خب این کامنت رو بگیرم بدون این دالر ساین عقبش، اینجا پیست بکنم، اینتر بزنم، دانلود میکنه، ولی میگه چی؟ من این فایل رو پیدا نمیکنم. وقتی که دانلودش کردید، وقتی که اینستالش کردید، باید یه کار دیگه هم بکنید، باید برید این حالتی که به شما میگم، باید برید روی cd backslash users بذارید بهتون بگم cd backslash users سن عظیمی زیرو. خب وقتی که رفتید اینجا میگید پیکو یا مثلا نانو، حالا ما نانو زیاد استفاده کردیم، باید از پیکو استفاده میکنیم، میگیم پیکو مثلا میخواییم که اول میزنیم سودو، سودو خیلی مهمه، پیکو بعد میزنیم بش اندرسکور دات بش اندرسکور پروفایل، این فایل رو باید ادیت بکنیم، میگه پسورد رو بزن، میگم اینم پسوردم. خب ببینید این رو کپی کنید از اینجا، یادتون میاد که MySQL رو اینجا تعریف کردیم که MySQL رو شناخت که مسیر MySQL کجاست، ولی این رو هم اضافه بکنید پایینش که من کجا ریختمش، توی local per bean و اینجا ریختمش، شما میتونید این رو اضافه بکنید. من یه دونه دیگه هم پت دیگه درست کردم، حتی میتونستیم این بالا سمیکالون قرار بدیم، ولی این پایین یه دونه دیگه هم داریم به نام کمپوزر که میتونیم ازش استفاده بکنیم. من این رو پیست میکنم، البته قبلش اکسپورت رو هم اضافه میکنم که کمپوزر رو هم اکسپورت، هر چیزی که اینستال میکنید، کمپوزر رو من روی USR بین ریختم، بین یادتو میاد، و اینجا چی بود؟ کمپوزر دیگه بین نداشت بعدش. حالا من زیاد روی این چیز نیستم، حساس نیستم، ولی بدونید که اینجوری هم میشد این کار رو کرد، منتها من این رو نمیخوام الان سیو بکنم. وقتی خواستید سیو بکنید کامند یا کنترل ایکس رو میزنید، سیو میشه میاد بیرون. وقتی که سیو شد اومدید بیرون، اینجا اگر تایپ بکنید پر به شما این لیست رو میده و شما آماده اید که بتونید از پر استفاده بکنید. حالا یکی از پکیج های پر رو من چجوری دانلود بکنم؟ میرید روی این پکیج، خب ما میریم روی این http، میریم روی این http request 2، میبینید اگر من این کامند لاین رو باز بکنم، بعد بهتون یاد بدم که این پکیج ها رو چجوری اینستال بکنید که بتونید در اصل بتونید استفاده بکنید ازش دیگه. وقتی که اینجا دانلود رو میبینید که اینجا نوشته دانلود رو بزنید، فایلش رو به شما میده، ایزی دانلودش میگه اینجوریه، میبینید که با این حالت دانلود بکنید. من چیکار بکنم وقتی که پر رو دانلود کردم؟ همین لاینی که میبینید اینجاست کپی میکنم، میام اینجا سودو رو میزنم و اینو پیست میکنم. خب چی میشه؟ الان میگه دانلود شده و تموم شده، میبینید دانلود شد، اینستال اوکی چنل فلان فلان اینا. حالا من اینجا مینویسم پر اندرسکور لیست، میبینید لیستای اون چیزایی که من دانلود کردم اون نیست، اینا رو همه رو خودش داده به من، به غیر از این یه لاین تمام این چیزایی که به من داده رو خود پر واسه ما همینجوری داره، این پکیج ها رو به ما میده، میبینید که پر 1.9.4 داره و الاخر، میبینید که ما این رو دانلود کردیم از HTTP request و شما میتونید به همین راحتی ازش استفاده بکنید. پس یادتون باشه که اگر خواستید یه همچین چیزی رو دانلود بکنید ازش استفاده بکنید، به این صورت میتونید ازش
اینطوری دانلودش بکنید. اینجا هم فایلاش هستش که اگه خواستید فایلی دانلودش بکنید. حالا من اینو دانلود کردم، میخوام از آن اینستالش بکنم. اگر بخوام پاکش بکنید باید بنویسید sudo on install یا uninstall و بعد اسم چیزی بنویسید این بالایی که ما نوشتیم. میبینید که uninstall، این رو کپی میکنم، کپی میکنم، میام اینجا پیست میکنم و اینتر رو میزنم. میگه چی؟ URL is not uninstallable. خب sudo بذارید ببینم، sudo pair، ببینید من یادم رفتم pair رو بنویسم، pair هم یادتون باش. الان بزنید میگه چی؟ uninstall ok. میبینید این رو دارم درستی. حالا من اگر بزنم pair list دیگه اون لیستی که این بالا بود http request، این لیست داخل این لیست این پایین نیست. چرا؟ چون uninstall شده. پس اینم از این، شما میتونید هر چیزی که خواستید، پکیجی که خواستید از پیرو پیکل بگیرید و اینجوری دانلود کنید و بگید و بتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.